متصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن عدوهم. سلام والصلوات ودرود ورحمت بیکران حضرت حق قدوس جلت عظمته بر حبیب او، خاتم پیغمبران او و سالار سفرای او و سید انبیای او، و بر اهل بیت طیبین و طاهرین آن حضرت و اوصیاء معصومین آن بزرگوار، بالخصوص بر ذات گرامی برادر بروح برابر او و ابن عم او و داماد او و جان شیرین او و خلیفه بلا فصل او و وصی بر حق او و وارث علوم و فضائل و مناقب و مکارم و معجزات و کرامات و منازل و مراتب و جمیع اختیارات و جمله مقامات او، سید المسلمین، قائد الغر المحجلین، امام المتقین، یعصوب الدین، ولی العالمین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المصلین، و همچنین بر ذات گرامی حجت المعبود، کلمت المحمود، عهد معهود خداوند متعال و میثاق مؤکد پروردگار عالم و وعد صدق آفریدگار زمین و آسمان، ولی العصر، حجت الدهر، امام الزمان، خلیفت الرحمن، شریک القرآن، الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف باد، خدمت بینندگان عزیز و محترم شبکه مقدسه جهانی اهل بیت علیهم الصلاة والسلام عرض سلام و ارادت و تحیت دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. امیدوارم هر جا که هستید و این برنامه را تماشا میکنید، ان شاء الله ملبس به لباس عافیت و مزین به زینت تقوا و منور به نور هدایت اهل بیت اطهار علیهم الصلاة والسلام باشید. پروردگار عالم به حق امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بر ما تفضل بفرماید و منت بگذارد و قلوب ما را پر از نور ایمان و نور یقین و نور مودت نسبت به امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بفرماید. و پروردگار عالم ما را از عارفین به فضائل آل محمد علیهم الصلاة والسلام و از ناشرین مناقب آنها قرار بدهد. و پروردگار عالم دوستی امیر المؤمنین علیه السلام و محبت آن بزرگوار را و دوستی و محبت آل طاهرین آن بزرگوار را، بالخصوص مولای ما حضرت ولی عصر علیه الصلاة والسلام را، در دلهای ما هرچی بیشتر و فروزنده تر بفرماید. و پروردگار عالم ما را و اولاد ما را بر این راه تا روز قیامت ثابت قدم حفظ بفرماید. و پروردگار عالم گذشتگان ما را رحمت بفرماید و مغفرتش را و نعمات خاصش را بر ارواح آنها و بر قبور آنها نازل بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. پروردگار عالم را سوگند می‌دهیم به حق حبیبش حضرت خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، و به حق برادر از جان عزیزتر ایشان حضرت امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، و به حق دختر عرش اختر ایشان صدیقه طاهره سلام الله علیها، و به حق سبط اکبر امام مجتبی علیه السلام، و به حق امام شهید حضرت سید الشهدا صلوات الله علیهم اجمعین. که پروردگارا صل علی محمد و آل محمد و عجل لولیک الفرج. اللهم 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 عجل لولیک الفرج. پروردگارا فرج ولیت، فرج حجتت، فرج خلیفت، فرج ناصر حقت و محیی شریعتت و منتقم از اعداءت را هرچی زودتر برسان به آن بزرگوار، هرچی سریعتر اذن قیام عنایت بفرما. پروردگارا مقدمات ظهور آن بزرگوار سلام الله علیه را از برای شیعیانش رحمت و آرامش و آسایش قرار بده و آنها را هرچی زودتر باید قدرتت فراهم بفرما. و پروردگارا مقدمات ظهور حضرت ولی عصر علیه الصلاة والسلام را از برای منکرین امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام نقمتت و عذابت قرار بده و
و آن مقدمات را هرچی زودتر فراهم بفرما، موانع ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام را برطرف بگردان، عدد انصار حضرت ولی عصر علیه السلام را بیشتر بگردان، از آنها محافظت بفرما و با آنها توفیق خدمت گذاری و وفاداری نسبت به امام عصر علیه السلام عنایت بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. پروردگارا مؤمنینی که از ما التماس دعا نموده اند، مؤمنینی که به این شبکه کمک کردند، به حق امیر المؤمنین علیه السلام با آنها نظر لطف بفرما، نظر کرم بفرما، گناهانشان را ببخش و بیامرز و پروردگارا از آنها بگذر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. و پروردگارا حوائجشان را برآورده به خیر بفرما. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. بینندگان محترم، سال روز ولادت حضرت امام هادی علیه السلام را خدمت شما سروران محترم و شیعیان آن بزرگوار تبریک عرض می دارم و همچنین فراسر رسیدن ایام فرخنده عید بزرگ غدیر را به پیشگاه شما بینندگان محترم تبریک عرض می دارم. امیدوارم که پروردگار عالم به حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و به حق امیر المؤمنین علیه السلام و به حق اهل بیت طاهرینشان ان شاء الله العزیز عیدی ما را تعجیل در فرج امام عصر علیه السلام و بخشیده شدن گناهان ما و اکمال ایمان ما قرار بدهد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف. می خواهم از امشب تا شبهای آینده ان شاء الله پیرامون حدیث شریف غدیر با شما صحبت بکنم. بینندگان محترم، بحث درباره حدیث غدیر یا اسنادی هست یا دلالی، و هر دو بحث مهم است. هم بحث این که این حدیث مقطوع الصدور هست و هم این که دلالت این حدیث شریف بر امامت و ریاست و خلافت عظمای امیر المؤمنین علیه السلام بدیهی هست و غیر قابل تشکیک می باشد. هر دو امر مهم هست، اما امر اول، امر اسنادی، خیلی ساده و آسان هست، چون اثبات صحت حدیث غدیر و اثبات تواتر آن امر خیلی ساده هست و بزرگان از علمای جماعت ناصبیه عمریه در کتب خودشان بر این امر اعتراف کردند و تصریح کردند که حدیث شریف غدیر متواتر می باشد. و ما در سالهای گذشته بحث‌های مفصل پیرامون اثبات تواتر حدیث شریف غدیر خدمت شما سروران عزیز به عرض رسانده ایم. امسال انشاءالله بحث اثبات تواتر را به وسعت سالهای گذشته طرح نمی کنیم و بیشتر وقت را صرف دلالت حدیث شریف غدیر می نماییم. بینندگان محترم، در بحث تواتر حدیث شریف غدیر که گذرا و مختصر خدمت شما به عرض می رسانم و تفصیل را ارجاع می دهم به تکرار برنامه های سالهای گذشته خدمت شما بینندگان محترم، از بعضی از اعلام فرقه عمریه و بزرگان فرقه عمریه اعترافات صریح بر تواتر حدیث شریف غدیر را نشان می دهم. آن وقت که این حدیث مقطوع الصدور بودن آن ثابت شد، بینندگان محترم، تواتر به این معنا هست که اینقدر زیاد نقل شده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به طرق متعدده کثیره که شکی در صدور آن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست. یعنی حدیث حتمی صحیح است و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این را فرمودند. بینندگان محترم، اول این را به اجمال تواترش را ثابت میکنیم و بحث تفصیلیش را ارجاع میدیم به سالهای گذشته. تکرار برنامه ها همیشه از این شبکه پخش میشود و خیلی از شما بینندگان عزیز این برنامه ها را ضبط هم کرده اید و خیلی از شما نوشته اید حکومت
منافق دجالیه اگر دشمنی با آل محمد علیه الصلاه و السلام را علنی نمی کرد و می گذاشت این مباحث ما بین مردم خوب پخش بشود، نوشته شود و در مجلات چاپ بشود و به صورت کتاب چاپ بشود، این مباحث تأثیرش خیلی بیشتر از این بود. و بینندگان محترم، امروز حکومت دجالیه به مانند یک نمدی هست که در برابر شمشیر ولایت، لبه شمشیر ولایت را این نمد هست که ضربت و از قوت اون ضربت می کاهد. و الا شمشیر ولایت برش آن خیلی دور رس و تأثیر آن خیلی فراگیر می بود اگر دشمنی خامنه‌ای و حکومت دجالیه او با فکر آل محمد علیه الصلاة والسلام و با تشیع راستین نبود. حالا بگذاریم بینندگان محترم، از کبار رجال علمی فرقه عمریه محمد ابن جریر طبری می باشد. بینندگان محترم، این مرد اعجوبه‌ای هست در فنون متعدده و علمای فرقه عمریه در تراجم او بجز از مدح و ثنا بر او چیزی نداشتند و همگی اعتراف کردند که از اوحدی اعصار بوده است، نه تنها در عصر خودش، در علم و در دانش و در کثرت و وسعت فقاهت و درایت منفرد بوده، بلکه در اعصار مانند او کم گذشته. بینندگان محترم، این کتاب سیر اعلام ذهبی می باشد، طبع مؤسسه الرساله جزء رابع عشر که در سال 1417 در مؤسسه الرساله چاپ شده. در اینجا زندگی نامه ابن جریر طبری در صفحه 267 آمده. محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر امامهم العلم المجتهد عالم العصر ابو جعفر الطبری صاحب التصانیف البدیعه من اهل آمل طبرستان. بله. خب ایشان صاحب تصانیف بدیعه هست و اهل آمل هست. ولادت او در سال 224 هجری بوده و طلب العلم بعد الاربعین و مئتین و اکثر الترحال، به خاطر طلب علم سفر زیاد کرد و لقی نبلاء الرجال و با اشخاص نبیل از علوم، اشخاصی که در علم مراتب عالی داشتن، از اونها نزد اونها تلمس کرد. و کان من افراد الدهر علما و ذکاء و کثرت تصانیف، یکی از اشخاصی بود اوحدی دهر در علم، در ذکاوت و در کثرت تصانیف. قل ان تر العیون مثله، کمتر شده که چشم روزگار مانند محمد ابن جریر طبری را دیده باشد. و بعد در ترجمه او می پردازد و مدح بلیغی از او می کند. دوستان عزیز بیننده، عبدالرحمن سیوطی که در نزد فرقه عمریه در وسعت علم و در کثرت تصانیف مردی هست بی‌نظیر، در کتابی دارد به نام التنبئه بمن یبعثه الله علی رأس کل مئه که میگوید جماعت عمریه اینها حدیثی دارند که خداوند متعال هر 100 سال یک کسی را میفرستد که دین را احیا بکند. این کتاب را در بیان این حدیث و در بیان این که خداوند متعال چه کسانی را در رأس هر 100 سال فرستاده برای احیاء دین نوشته. التنبئه لعبدالرحمن السیوطی تبع دار الثقافه. در اینجا بینندگان محترم، در صفحه 46 این کتاب درباره در قرن سوم و ممن یصلح ان یعد علی رأس 300 ابو جعفر محمد بن جریر الطبری، از کسانی که لیاقت دارد که حساب بشود که خدا او را در رأس سال 300 فرستاده، یعنی اول قرن چهارم، ابن جریر الطبری می باشد. بلی و عجیب کیف لم یعدوه و هو اجل من ابن سریج و اوسع علوما. بلی می گوید تعجب می کنم که چطور علمای عمریه او را از این دسته از علمایی که بعث علی رأس المئه
حساب نکرده اند، در حالی که او علم او از ابن سریج خیلی بیشتر هست و او جلیلتر از ابن سریج است. و بلغ رتبه الاجتهاد المطلق، و به رتبه اجتهاد مطلق رسید. و دون لنفسه مذهبا مستقلا، و خودش صاحب مذهب بود مانند ابو حنیفه. شما می دانید که در سابق جماعت امریه اجتهاد را در 4 نفر منحصر نمی دانستند و عدد مجتهدین و مذاهب در بین فرقه امریه زیاد بود. بعدن دولت بنی عباس اجتهاد را منحصر کرد در 4 مذهب رسمی، ابی حنیفه و حنبل و مالک و شافعی. وله اتباع و قلدوه و افتوا و قضوا بمذهبه يسمون الجريريه، و او اتباع داشت و مقلدین داشتن و فتوا می دادن طبق مذهب او که پیروان او جریریه بودن. و کان علامه فی کل علم من القراءات والتفسیر والحدیث والفقه والاصول و اقوال الصحابه والتابعین، و ایشان یک عالم علامه بود در هر علم، در علوم قراءات و تفسیر و حدیث و فقه و اصول و اقوال صحابه و تابعین و من بعدهم، و کسانی که بعد از تابعین بودن. و العربیت و تاریخ، و عربیت و تاریخ در فنون عربیه و تفسیر ابن جریر طبری، نه تنها در نقل اقوال، خیلی تفسیر جامعی هست در بین تفاسیر عمریه، و مهمترین تفسیر فرقه عمریه بلا شک و بلا ریب تفسیر ابن جریر طبری می باشد. و جهال از علمای حوزه علمیه قم هستند که هی مراجعه می کنند به تفسیر فخر رازی، در حالی که تفسیر فخر رازی در برابر تفسیر ابن جریر طبری هیچ چیزی نیست. و چون اما خب الا مصیبت شده دیگر که برای فهمیدن اقوال عمریه جماعت علمای قم اینا مراجعهشان به تفسیر فخر رازی بیشتره، در حالی که تفسیر ابن جریر طبری اصلا بحری هست که تفسیر فخر رازی در مقابل او چیزی به حساب نمیاد. و اتفاقا تفسیر فخر رازی همونطوری که خود علمای عمریه گفتن اصلا تفسیر نیست. حالا بگذاریم از اون. قال النووي اجمعت الامه على انه لم يصنف مثل تفسيره. نووي میگوید که بله، یحیی بن شرف نووي صاحب کتاب شرح بر صحیح مسلم میگوید اجماع فرقه عمریه بر این قائم هست که مانند تصریف، مانند تاریخ تفسیر کتاب جامع البیان طبری تفسیر نوشته نشده. خب بینندگان محترم، این رجل همچین مردی هست. بینندگان محترم، ایشان آثار زیادی داشته و خیلی از آثارش از بین رفته و مفقود گشته. یکی از آثاری که ایشان داشته و نوشته کتاب الولایه می باشد. کتاب الولایه از آثار محمد بن جریر طبری هست که در جمع کردن طرق حدیث شریف غدیر ایشان نوشته و این کتاب امروز در دست نیست. و فرقه عمریه باید جواب بدهند که چرا آثار مهمی که در شأن و مرتبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام هست اینها آنها را مفقود گردانیده اند. و امکان هم دارد در ذخایر مخطوطات کشورهای عربی مانند عربستان یا مصر باشد، اما این جماعت خب در آثاری که در اونجا بر فضائل آل محمد علیهم الصلاة والسلام و امامت آنها تصریح بالغ شده، اونها را در دسترس عموم قرار نمی دهند. کتابی داشته به نام کتاب الولایه و در اینجا طرق حدیث شریف قدیر را جمع کرده بوده. خب بینندگان محترم من، و این را در جواب ابن ابی داود نوشته. شما می دانید بینندگان محترم که ابو داود سجستانی صاحب کتاب سنن که یکی از کتب اصلی سته جماعت عمریه می باشد، پسری دارد به نام ابن ابی داود که ایشان بعضی وقتا بله جماعت عمریه هم در او طعن کرده اند. او صاحب کتاب مصاحف، او درباره حدیث غدیر یک حرفای گفته بوده که حدیث غدیر قابل اثبات نیست. این کتاب را در جواب او نوشته بوده. خب بینندگان محترم من ذکر این کتاب را از تذکرت الحفاظ ذهبی برای شما نشان میدهم. و عبارت ذهبی که ذهبی یک مجلد از اون کتاب را دیده بوده
حالا این کتاب چند مجلد بوده ما نمیدانیم دقیقا، کتاب الولایه ابن جریر طبری این کتاب چند مجلد بوده ما نمیدانیم. یک مجلدش را ذهبی میگوید من دیدم، و بعد عبارت او این است که من وقتی کثرت طرق حدیث غدیر را دیدم عقل من پرید از تعجب، از کثرت این همه طرق عقل من پرید، فندهشت و لکثرت طرقه عقل من پرید. خب بینندگان محترم، این عبارت صریح در اینه که تنها در اون یک مجلدش اینقدر حدیث غدیر به طرق مختلف نقل شده بوده که کسی مانند ذهبی که او از کثرت طرق زیاد تعجب نمی کند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ذهبی یک مردی هست، خودش موسوعی هست، یک وعایی هست از اوعیه علوم در فرقه عمریه، و تبحر او در روایات و تبحر او در معرفت آثار و سنن خب غیر قابل انکار است. جمیع فرقه عمریه عیال هستند در علم حدیث برای و معرفت رجال برای بر چهار نفر، یکی اونها ذهبی، یکی حافظ عراقی، یکی حافظ ابن حجر عسقلانی، و بله چهارمیشم الان از یاد نرفت، الان اون ذکرش میاد در کتاب تذکرت الحفاظ سیوطی، چهارمیم ذکرش میاد. بله مزی، حافظ مزی صاحب کتاب تهذیب الکمال. بله اینها چهار نفر هستند که جمیع فرقه عمریه عیال او هستند، و حافظ ذهبی هیچ عالمی از علمای عمریه که میخواهد در فنون تصحیح و تسقیم احادیث صحبت بکند از تصنیفات او و تألیفات او و آراء او بی نیاز نیست. و این مرد در نهایت تعصب و در نهایت عداوت با آل محمد علیه الصلاة والسلام است، همانطوری که یکی از اعلام فرقه عمریه به نام علامه مغربی در کتابی که در شرح حدیث شریف انا مدینه العلم و علی بابها سلام الله علیه نوشته، میگوید که بله میزان تصحیح و تسقیم حدیث نزد ذهبی اینه که اگر حدیث در فضل آل محمد علیه السلام بود یا در امامت آل محمد علیه السلام بود، او را حتما در آن علتی پیدا میکند و آن حدیث را تضعیف میکند. بله خب بینندگان محترم، این حالا من عبارت ذهبی را اول برای شما نشان بدهم تا بینندگان محترم قضیه برای شما روشن بشود. این کتاب تذکرت الحفاظ حافظ ذهبی تبع دار الکتب العلمیه در بیروت لبنان می باشد. بینندگان محترم در این کتاب در صفحه 710 ترجمه ابن جریر طبری، ترجمه در زبان عربی یعنی زندگی نامه، در اصطلاح علما ترجمه یعنی زندگی نامه، زندگی نامه ابن جریر طبری هست، این صفحه 710، زندگی نامه شماره 728، محمد ابن جریر ابن یزید ابن کثیر، بعد العلم الفرد الحافظ ابو جعفر الطبری احد الاعلام و صاحب التصانیف، تعریف میکند بینندگان محترم در صفحه 713 ذکر آن مطلبی هست که ما با آن اشاره کردیم. ولما بلغه ان ابن ابي داود تكلم في حديث غدير خم عمل كتاب الفضائل وتكلم على تصحيح الحديث، میگوید که وقتی که خبر رسید به ابن جریر طبری که ابن ابي داود سجستانی صاحب کتاب مصانف و پسر ابو داود سجستانی صاحب کتاب سنن درباره حدیث شریف غدیر بله اظهار رأی منفی کرده، تضعیف کرده این حدیث را، بله عمل کتاب الفضائل، کتاب فضائل را تصنیف کرد. خب فضائل و امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام بوده، در جاهای دیگر این اسم به اسم کتاب الولایه مشهور و معروف است. کتاب فعلا در دست رس نیست، از کتب مفقوده می باشد، لذا ما نمی دانیم زیاد درباره او. و تکلم علی تصحیح الحدیث، و در آن کتاب تکلم کرده، استدلال کرده بر تصحیح حدیث. قلت جناب ذهبی میگوید رأیت مجلدا من طرق الحديث لابن جرير، من یک مجلد از آن کتاب را دیدم که در جمع آوری طرق حدیث غدیر بود، یک مجلد، حالا چند مجلد بوده بقیش نه، یک مجلدش را دیدم. ف
فاندهشت له ولكثره تلك الطرق. پس عقلم پرید، مندهش شدم، مورد اندهاش قرار گرفتم، یعنی از تعجب و از حیرت عقل من پرید. این قدر له و لکثرت طرق، از برای غزارت علم جریر ابن جریر طبری و کثرت طرق حدیث شریف غدیر. خب این اعتراف صریح از ذهبی، این کتاب در دست نیست، اما خب بینندگان محترم مدعای ما را به خوبی ثابت می کند که یک کسی که علامه هست نزد فرقه عمری ذهبی، او خودش اعتراف میکنه که این کتاب را دیده و این کتاب را ابن جریر الطبری در مقصد تصحیح حدیث غدیر نوشته و در این کتاب اینقدر طرق حدیثش زیاد بوده که فتنها یک مجلدش را ایشان دیده، عقلش پریده. خب این اعتراف صریح بر تواتر و اثبات تواتر حدیث شریف غدیر هست. خب بینندگان محترم، این عبارت حافظ ذهبی در تذکرت الحفاظ دو امر را ثابت می کند. امر اول این است که نزد ابن جریر الطبری که علامه‌ای بوده از اوحدی روزگار فرقه عمریه، نزد او حدیث شریف غدیر هم صحیح بوده اما متواتر. این امر را ثابت می کند. امر دوم را ثابت می کند. امر دوم چیست؟ که نزد خود حافظ ذهبی، نزد خود محمد ابن احمد ابن عثمان ابن قایماد الذهبی مؤرخ و محدث، نزد خود او هم حدیث شریف غدیر متواتر است و این عبارتش را که ابن جریر طبری نوشته و به خاطر کثرت طرق تنها در یک مجلد عقلش پریده، اعتراف صریح است در اینکه حدیث شریف غدیر نزد او هم متواتر است. بینندگان محترم، این کتاب طبقات الحفاظ هست، نوشته عبدالرحمن السیوطی. طبقات الحفاظ، عبدالرحمن ابن ابی بکر السیوطی، طبع دار الفکر که در سال 42 در دار الفکر چاپ شده. در این کتاب زندگی نامه محمد ابن احمد ذهبی ناصبی را در صفحه 521 خودش آورده. بینندگان محترم، این صفحه 521 زندگی نامه 1144 الذهبی، العلامة الحافظ محدث العصر وخاتمة الحفاظ ومؤرخ الإسلام وفرد الدهر والقائم بأعباء هذه الصناعة، محدث زمان وخاتمة حفاظ ومؤرخ إسلام، مؤرخ علم تاريخ. بينندگان محترم، در نزد علماء علم حديث بمعناي معرفة الرجال هست. مؤرخ که گفته می شود نه بمعناي این که مثل تاريخ تبری ایشان تاريخ نوشته، مؤرخ نوشته یعنی تراجم احوال الرجال را ایشان آشنا بوده و نوشته. علم تاریخ در اصطلاح اینها به این معنا هست. تاریخ کبیر بخاری، کتاب تاریخ به معنای مصطلح نیست، تاریخ یا تاریخ الاسلام خود ذهبی کتاب مفصل و بزرگی دارد، مثل سیر اعلام النبلا و نام تاریخ الاسلام. کتاب تاریخ نیست، کتاب تراجم هست، زندگی نام هست. این به خاطر اینه که این اصطلاح در بین اینها که زندگی نامه و تراجم را به عنوان تاریخ اینا می دانند. و فرد الدهر و یگان مرد روزگارها و القائم به اعباء هذه الصناعه، و اون کسی که بله تمام بله شایستگی های صناعت علم حدیث و معرفت رجال را و تمام لیاقت هایش را دارا می باشد، ایشان هست ذهبی. در صفحه دیگر میگوید و حکی عن شیخ الاسلام بالفضل ابن حجر، میگوید نقل شده از شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی، نزد اونها شیخ الاسلام و نزد ما شیخ النفاق خدا لعنتش کنه، که گفت شربت ما زمزم لی اصیل الى مرتبت الذهبی فی الحفظ، که حافظ ابن حجر میگفت که من از ماء زمزم خوردم، از آب زمزم خوردم تا برسم به مرتبه ذهبی در حفظ. پس معلوم شد که حافظ ابن حجر عسقلانی هم مشرک بوده. چرا؟ چون آب زمزم را خورده، از آب زمزم خورده تبرک بجوید تا به مرتبه ذهبی در حفظ برسد، از غیر خدا خواسته، پس مشرک بوده. خب حالا مقصود ما حالا بحث با وهابیت نیست. ثم یقول، بعد میگوید والذی اقوله، میگوید که
عبدالرحمن سیوطی میگوید ان المحدثین عیال الان فی الرجال و غیرها من فنون الحدیث على اربع. میگوید که محدثین در عصر ما عیال هستند در فنون حدیث و رجال برای چند نفر، یعنی عیال هستند یعنی تمام اتکایشان و اعتمادشان و کسانی که بر اونها از اونها باید استفاده بکنن و روی اونها تکیه بکنن چهار نفر هستند، کیه؟ المزی و الذهبی و العراقی و ابن حجر. ذهبی یکی از آن چهار نفره و این کلامشان کاملا درسته در نزد فرقه عمری همچنین می باشه. پس بینندگان عزیز، تواتر حدیث شریف غدیر را و صحت آن را از دو علامه بزرگ جماعت عمریه، ذهبی و ابن جریر طبری، ما ثابت کردیم و برای شما نشان دادیم. بینندگان محترم، شما دیدید در اینجا که سیوطی گفت که محدثین عیال هستند برای چهار نفر، حافظ ابن حجر عسقلانی، حافظ ابن حجر عسقلانی نزد خیلی از علمای فرقه عمریه و از جمله خود همین سیوطی، خود سیوطی در ترجمه حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب تذکرات الحفاظ میگوید که مرتبه او در فنون حدیث و معرفت الرجال از ذهبی بالاتر، گرچه بله ابن حجر عسقلانی بعد از ذهبی آمده و متأخر از او هست و شاگرد پسر ذهبی بوده. ابن حجر عسقلانی خود ذهبی را ندیده، شاگرد پسرش بوده، اما خب عبدالرحمن سیوطی گفته که در علم و در درایت و در فقاهت و در معرفت رجال از بله از ذهبی هم بالاتر رفته. بینندگان محترم، حافظ ابن حجر عسقلانی احتیاج به ترجمه و احتیاج به تعریف و مدح و ثنا نزد فرقه عمریه ندارد. آثار او و کتب او، تهذیب و التهذیب، الاصابه فی معرفت الصحابه، فتح الباری، المطالب العالیه و غیر از آن از آثار خیلی زیادی که او نوشته، مرجع و معتمد عموم محققین فرقه عمریه، چه از سلفی ها و وهابی ها و چه غیر آنها می باشد. و کتاب عن فتح الباری لشرح صحیح البخاری از بهترین شروح، بلکه معروفترین شرح صحیح بخاری می باشد. بینندگان محترم، این کتاب فتح الباری هست به شرح صحیح البخاری، نوشته حافظ ابن حجر عسقلانی، جزء سابع، طبع دار الفکر، که در سال 1428 در دار الفکر بیروت این کتاب چاپ شده. در این کتاب بینندگان عزیز ملاحظه بفرمایید، صفحه 342، کتاب فضائل الاصحاب، و اما حدیث من كنت مولاه فعلي سلام الله عليه مولاه فقد اخرجه الترمذي والنسائي. میگوید که حدیث شریف غدیر، من كنت مولاه فامير المؤمنين عليه السلام مولاه، این حدیث شریف این را اخراج کردند ترمذی و نسائی، یعنی روایت کردند در کتب خودشان. و هو كثير الطرق جدا، حدیث شریف غدیر کثیر الطرق جدا هست، جدا از برای مبالغه هست، از برای بیان کثرت هست، کثیر هم خودش بله بینندگان محترم از سیاق مبالغه می باشد. و هو کثیر الطرق جدا، دلالت بسیار طرقش زیاد است، این عبارت اخرای دیگر هست از تواتر حدیث شریف غدیر. و قد استوعبها ابن عقده في كتاب مفرد، حافظ ابن عقده در یک کتاب مخصوص حدیث شریف غدیر این را جمع آوری کرده. خب و کثیر من اسانیدها صحاح و حسان. و بعد حافظ ابن حجر میگوید که حافظ ابن عقده در کتابش، که این کتابش به دست ما نرسیده بینندگان محترم، این کتاب از کتب مفقوده هست، کتبی که جماعت عمریه بعد سر آن را خورده اند، میگوید که در این کتاب احادیث خیلی زیاده، کثیر من تر من بله من اسانیدها، خیلی از اسانید تک تک آن. بینندگان محترم، در علم حدیث و معرفت آثار و اقوال رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یک مرتبه حدیثی که به مورد بررسی قرار میگیرد، به نفس خودش بررسی قرار میگیرد، به تنهایی خودش، با قطع نظر که این حدیث از طرق دیگر روایت شده یا نشده،
خب در این که شما این حدیث را فتنها خودش را مورد بررسی قرار بدهید، متنش را و سند خودش را، یا سند آن متصل می باشد یا متصل نمی باشد، منقطع می باشد. اگر متصل بود، جمیع رجال آن یا عدول و ثقات هستند یا نیستند. اگر متصل بود و جمیع رجال آن عدول و ثقات بودند، آن حدیث موصوف است به حسن و موصوف است به صحه. یعنی آن حدیث حدیث صحیح است یا حدیث حسن. یعنی این حدیث را با قطع نظر از احادیث دیگر شما مورد بررسی قرار دادید. ایشان میگوید که این حدیث را طرقش خیلی زیاده. حافظ ابن عقده اینها را جمع‌آوری کرده در یک کتاب و در آن کتاب خیلی کثیر، خیلی زیاد از طرقان، تک تک طرق با قطع نظر از طرق دیگر به تنهایی خودشان صحا و حسان هستند. یعنی اسانید متصل و جمیع و رجال آن، هر تک تک رجال آن همگیشان ثقات و همگیشان عدول. خب بینندگان محترم، خب این عبارت اخرای از دیگره که هم مانند حدیث شریف قدیر، حدیث صحیحی در عالم اسلام اصلا وجود نداره. شما چند تا حدیث سراغ دارید بینند؟ شاید حدیث ثقلین، حدیث ثقلین مانند حدیث شریف قدیره، کثرت طرق آن خیلی زیاد و کثیر من طرقها بنفسها صحاح و حسان. اینطور احادیث، یا حدیث شریف منزلت، یا حدیث شریف در باب امام عصر علیه الصلاة والسلام، یملأ الارض عبدا و قسطا کما ملئ الظلما و جورا. اما غیر از اینها احادیث دیگر اینطوری خیلی من به ذهنم نمی آید، اینطور که کثرت طرق داشته باشد و بسیاری از طرقان بنفسها صحیح یا حسن باشد، این خیلی کمه. خب این اعتراف از کیه؟ از ابن حجر عسقلانی. و بینندگان عزیز محترم، هم حافظ ابن جرير الطبري، هم محمد ابن احمد ابن عثمان ابن قایماز الذهبی، هم حافظ علی ابن حجر عسقلانی، اینها در تعصب بر علیه الشیعه در نهایت نسب هستند. بله و دوش و در این تو شاید بعضی تعجب بکنن ابن جرير الطبري چطور؟ ابن جرير الطبري هم متعصبه و در خیلی جاهای حساس ایشان الفاظ را عوض می کند و بر علیه شیعه موضع می گیرد، تا تعصبش حرفی نیست. اما خب ذهبی و ابن حجر اینا خیلی دو آتشه، سه آتشه، چهار آتشه داخترن نسبت به ابن جرير الطبري. خب بینندگان محترم، این اثبات چی بود؟ اثبات تواتر حدیث شریف قدیر بود. دیگر از این بیشتر اگر ما بخوایم بحث بکنیم میتونیم، من اینجا میتونم 3 جلسه 5 جلسه هم صحبت بکنم در اثبات صحت و تواتر، 10 جلسه هم بخوام صحبت بکنم حرف تمام شدنی نیست. شکر پروردگار عالم، شکر خداوند متعال، اینقدر حرف و اینقدر سخن از سخن هست برای گفتن. اما خب من بیشتر از این نمیخوام بپردازم در بحث اسنادی. بعد از چون مطلب که اثبات شد و اقرار از عازم فرقه عمریه علناً در تلویزیون نشان داده شد، دیگر اثبات تواتر از این بیشتر بله گرچه بیفایده نیست، اما اهمیت بحث دلالی بیشتر هست و اینجا استفاده بیشتر و عمومیتر و فراگیرتر خواهد بود اگر ما بیشتر به بحث دلالی بپردازیم. دلالت حدیث شریف قدیر بر چی هست بینندگان عزیز؟ فرقه عمریه مدعی هستند از روی تعصب و نادانی، بلکه از روی کفر و طغیان و الحاد و پشت کردن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. عوامش را کار ندارد، حرف من در محققین و علما هست و الان من خیلی به زودی ثابت میکنم بینندگان محترم، ما اینجا ضربه ضربه حیدری، اینجا شمشیر شمشیر ولایت، اینجا الحمدلله رب العالمین امیر المؤمنین علیه السلام که میزد مرحب را دو شق کرد، با اسب و با زین و با تمام کله و پاچه و همینش دو شق. الان برایتان روشن میشود، ببینید عمده حرف جماعت عمریه چیست. میگوه من کنتو مولا فهذا علی امیر المؤمنین علیه السلام مولا، این را از برای این فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که کسانی از صحابه نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام دلگیر بودند، آزرده خاطر بودند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که شما آزرده و دلگیر نباشید.
بلکه خواسته اینها را دوست آشتی بدهد و توصیه به دوستی فرموده. من کنت مولا فهذا علی علیه السلام مولا، بله کمون طوری که اگر شما مرا دوست دارید امیر المؤمنین علیه السلام را هم دوست داشته باشید. بله هر کسی که من را دوست دارد ایشان را هم دوست بدارد. بینندگان، پس اینجا قضیه امامت نیست، قضیه جانشینی نیست، قضیه استخلاف مطرح نیست، آشتی دادن. خب بینندگان محترم، این استدلال ایشان، این را میگوید. خب بینندگان محترم، دروغگو دشمن خدا هست و کسی که بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تهمت میبندد، دروغ میبندد، او ملعون و کافره، او ملعون و کافره بلا شک و بلا ریب. کسی که عمدن مینشیند بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دروغ میبندد، او ملعون است و کافر. بینندگان محترم، ما از جماعت عمریه مطالبه دلیل میکنیم. شما که میگویید که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این کار را به خاطر فلان کار انجام داده، این عمل را برای فلان هدف انجام داده، مثلا شما از خانتان بدن میشید میرید دانشگاه، میگم که کجا میرید دانشگاه، چرا میرید دانشگاه، میگید میخوام برم اونجا بله سند بگیرم تا بعد برم در وزارت فلان وزارت کار بگیرم، هدف من اینه دیگه. این کار را انجام میدم برای فلان هدف. خطبه غدیر را فرموده به خاطر این هدف آشتی دادن. آیا حدیثی دارید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اظهار کرده باشه نیتش را که نیت من این است؟ نشان بدید. یک حدیث ندارد. حدیثی دارید، روایتی دارید از حاضرین از صحابه که در آن جمع بودند؟ خب اونجا صحابه، این همه صحابه که نقل کردند الا ما شاء الله، جابر بن عبدالله انصاری، انس بن مالک، زید بن ارقم، عامر بن وافله الا ما شاء الله، 120-130 صحابی. حالا خیلی از آثار از بین رفته، کتب مفصله در باب حدیث غدیر از بین رفته، جماعت عمریه اونا را آتیش زدن از بین بردن. اگر هم دارن پنهانی کدام نسخه را در ذخایر مخطوطات، اونها را بیرون نمی کشند. کتاب حافظ ابن عقده، کتاب ابن جریر طبری و غیر آن از کتب دیگر، اونها را پنهان کردن جماعت عمریه. حالا به اون کتابایی که رسیده بیش از 130 صحابی حدیث شریف غدیر را نقل کرده اند، یکی از اینها گفته این امر را. شما که اونجا که نبودید ای علمای عمریه، اون کسانی که اونجا بودند آیا یکی از اونها گفته که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم حدیث شریف غدیر را القا کردند به خاطر اینکه اونجا یک گرفتاری پیش آمده بود، آزردگی بود، خواست این آزردگی را از بین بردارد؟ خب یک حدیث ندارید، از پیش خود ساخته اید، از پیش خود بافته اید، شما که شاهد قضیه که نبودید. اگر همچین امری می بود، اگر همچین امری می بود، قطعا نقل می شد، قطعا گفته می شد. و حاضرین چرا نقل نکردن؟ همگی نقل کردن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این جملات را فرموده، این کلمات را فرموده. چرا نگفت رسول خدا صلی، چرا یا از زبان خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل می‌کردن یا از مشاهدات خودشان نقل می‌کردن که اونجا آزردگی بود، این چنین بود، آن چنان بود؟ جماعت عمریه، نشان بدهید که حدیث شریف غدیر در صحرای غدیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونجا مردم را متوقف کرده بود، حدیث غدیر القا شده از برای این. من از پیش خودم اگر یک حدیث فلسفه‌ای ببافم او که ارزشی نداره. شما از پیش خود یک امری را ببافید و نسبت بدید به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این دلالت بر کفر شما میکند. شما این همه چندین قرن جماعت عمریه، جماعت بیدین، و حرف من نسبت به عوام نیست، عوامشان بیچاره تقصیر ندارن، مستضعفن، نمیدونم، هر خطاب من نسبت به علما هست، علمای فرقه عمریه، امثال مثلا آقای سیاف، پروفسور عبدالرسول سیاف، آقای صبغة الله مجددی، آقای مولوی مرادزهی در ایران. شما سالها گوشهای مردم را از این اسطوره، از این قصه دروغ، از این افتراء بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم پر کرده اید. بله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطبه غدیر را القا کرده، چون اونجا یک آزردگی بین صحابه پیش آمده بود، عده‌ای صحابه نسبت به امیر المؤمنین علیه السلام آزرده بودند، لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونجا این خطبه خود برای ایراد کرده. این که سبب ایراد خطبه این باشد، شما از کجا این را میگویید؟
خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده که من این خطبه را ایراد میکنم یا در کلماتشان حرفی هست که دلالت بر این بکنه، که این خطبه را ایراد میکنم به خاطر آزردگی بعضی از مردم از ایشان، از امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام. یا اونایی که شاهد بودن اونجا بودن، اونها کسی از اونها گفته که علت سوء اصدار خطبه این بود. پس چرا وقتی که هیچ دلیلی و ندارن هیچ دلیلی بینندگان ما دروغ محض بر رسول خدا صلی الله علیه و سلم میبینند؟ بله، در بعضی از احادیث آمده که وقتی امیرالمؤمنین علیه السلام وارد مکه شدند، از یمن آمدند وارد مکه شدند، قبل از ایام حج عده‌ای از صحابه به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونجا شکایت کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم اونجا جواب اون صحابه را دادند. و این را من در جلسات پارسال در برنامه‌های عربی بود یا فارسی بود اون روایت را برای شما، یا هر دو برنامه شاید اون احادیث را برای شما نشان دادم. که اون احادیث جریان قبل از حج بود. بینندگان محترم، حج در دهم ذی‌الحجه، 11 ذی‌الحجه است. حدیث شریف قدیر و 18 ذی‌الحجه هست. اگر آزردگی یکی دو سه نفر هم بوده در اونجا، اگر بوده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم اونجا جوابشان را داده. دیگر معطل کردن اون تا بعد از حج در ذی‌الحجه این بیمورد هست. و شما یک روایت به ما نشان دیدید که پیغمبر فرموده باشه یا کسانی که شاهد بودند باشه که این خطبه که در آنجا ایراد شده در برابر حرف آن جماعت بوده، که ندارید این حرف. خب پس عمده حرف جماعت عمریه، عمده دلیل اینا ثابت شد که از اساس دروغ بینندگان است. بدون هیچ دلیلی این را ساختند و بافتند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دادند. اما موقف ما بینندگان محترم شیعیان که این حدیث شریف از برای بیان امامت و خلافت و ریاست کبرای امیر المؤمنین علیه السلام، کمانطوری که انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و مراکعون، کمانطوری که خدا ولی هست، خدا سرپرست، خدا صاحب اختیار، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ولی هست و سرپرست و صاحب اختیار است، به همان اندازه به همان نحو ولایت دارد، حق سرپرستی دارد، حق تصرف دارد، حق اربابی دارد، حق آقایی دارد، حق سیادت دارد، حق سرداری دارد، حق اطاعت دارد. مولای عالمین، سید المسلمین، یعصوب الدین، قائد الغر المحجلین، شاه مردان، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. معنای حدیث شریف اینه. و برای اثبات این معنا ما ادله خیلی زیاد داریم. خدا شاهد، پروردگار عالمین اینقدر دلیل داریم از قرائن متصله و قرائن منفصله برای تعیین این مراد از خطبه غدیر و معنای غدیر، که اگر من بین محدودیت زمانی نباشد و محدودیت این که فراغت کم هست نباشد، من اگر اینجا یک سال هر شب بیام سخنرانی بکنم تمام شدنی نیست. دو سال بیام سخنرانی بکنم هر شب، و سخنرانی های من را که میدانید سخنرانی های من مانند سخنرانی بقیه علما نیست. اینقدر مطلب من در یک سخنرانی تحویل شما میدهم که دیگر علما در 10 سخنرانی تحویل شما نمیدهند. اینا خود شما خوب میدانید تمام شدنی نیست. و این را من مبالغه نمی کنم، اینقدر قرائن زیاده. قرینه چیه بینندگان محترم؟ قرینه از ماده قرنه است. و شما وقتی یک کلامی را که میگویید، بله در اون کلام، بله اگر دلالت صریح بر مطلب دارد فبها، اگر معنای کلام بینندگان محترم دائر بود بین یک معنا یا دو معنا یا سه معنا، شما گفت میگوید از رأیت و اسد، من اسد را دیدم، خب منظور اسد اون پسری که اسمش اسد اونه، یا اسدی که حیوان درنده هست، کدامش منظور شما هست؟ بینندگان محترم، قرینه اون چیزهایی را میگوید که در کلام باشد، یعنی قرینه همراه بودن. قرینه، قرین یعنی همراه، قرینه اون چیزی که در همراه با کلامه، همراه با کلام هست، همراه با متکلم هست، که اونها دلالت میکند، معنا را مشخص میسازد، معنا را واضح و روشن میسازد. این به این معنا نیست که حدیث شریف قدیر بینندگان محترم در آن ابهامی وجود دارد
و دائر هست بین معانی متعدد. اصلا امر اینقدر قضیه واضح و روشنه، اینقدر کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مقصودش، در مرادش و در تبیین اون هدف حقیقیش اینقدر واضح و روشنه که وقتی که ما ذکر قرینه میکنیم، نه به خاطر اینکه احتیاجی به این، نه به این معنا که ما اعتراف میکنیم که کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم معناش مشخص نیست به ذاته، نه، به خاطر اینکه اینقدر جماعت عمریه این امر را مورد ابهام قرار دادن و مورد سوال قرار دادن که در ذهن کثیف جماعت عمریه این امر مورد سوال و مورد ابهام، به این خاطر میگیم. و این قرائن بینندگان عزیز میتواند در کلام متکلم باشد، در احوال متکلم باشد، در حالات متکلم باشد. مثلا یک کسی از جنگل آمده، از کوه آمد، می در حال دویدنه، ترسیده، میگه رأیت اسدا، من اسد را دیدم. خب خیلی واضح روشنه که منظور شیر درنده، ایوان درنده است، چون حالش اینطوری که از کوه آمده دویده میدود و ترسیده میگه رأیت اسدا. خب این خیلی واضح روشنه. یا یک کسی آمده در وسط بازار مثلا، از داخل هتل بیرون میاد میگه رأیت اسدا، من اسد را دیدم. معلومه که در اینجا اسد پسر خاله اش اسد، اون را داخل هتل دیده، آمده بیرون میگه من اسد را دیدم. لذا بینندگان محترم، این قرینه هست، یک قرینه در احوال متکلم میباشد، یک قرینه هم در خود کلام میباشد. مثلا میگوید رأیت اسدا یرمی، رأیت اسدا یرمی، من یه اسدی را دیدم که تیراندازی میکرد. خب اسد را دیدم که تیراندازی میکرد، خب شیر که تیراندازی نمیکنه، پس این کسی را دیده که اسم او اسده. یا مثلا جوانی را دیده که خیلی شجاع هست و او را گفتش مانند شیر در جنگ می جنگید و تیراندازی می کرد، از اون حکایت می کنه اسد. خب بینندگان محترم، قرینه یاد می تواند در کلام باشد یا می تواند در احوال متکلم باشد، هر طوری باشد قرینه، قرینه آن دلیلی را می گویند که دلالت می کند و معنا را مشخص می سازد. بینندگان محترم، من پارسال خدمت شما بعضی از قرائن را تبیین کردم و اشاره کردم در بحث شریف غدیر و گفتم قرائن اینقدر زیاده که قابل حصر نیست و بی حد و بی حساب، قرائن متصله و منفصله در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم موجوده. از قرائن متصله در کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که من پارسال خدمت شما شرح دادم اینه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بعد از حمد و ثنا اول حرفی که گفت، گفت من از بین شما میروم، من از بین شما میروم، از مرگ قریب الوقوع خود و از رحلت قریب الوقوع خود در آینده نزدیک حضرت سید کائنات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خبر داد. خب ای جماعت نابکار عمریه، آیا در خطبه خود این همه حدیث نقل کرده اید؟ شما در کتب خود یک جا نشان بدید که گفته باشه که در خطبه خود در غدیر گفته بله که شما آزرده شدید، من میخوام آشتی بدم. چرا؟ خب شما که یک وقتی گوش‌های مردم را شرق و غرب عالم از این دروغ پر کردید و مردم فکر میکنه این حرف کدوم حرف مسلمیه، حتما که اینقدر گفته شده، اینقدر گفته شده، اینقدر همگی میگوین. بله، از هتلر نقل شده بود، ظاهرا هتلر میگفت که اگر میخواهی که مردم را، بله، حرفت را باور بکنن، دروغی که میگوی باید دروغ خیلی بزرگی باشه، اگر دروغ کوچیک بود مردم شک و تردید میکنن، اگر دروغ خیلی گنده و غیر قابل باور کردن بود اون مردم میگه که این حرف اصلا اگر دروغ میبود این آدم نمیگفت. جماعت عمریه هم اینقدر این دروغ را پر کردن در دنیا، گفتن بین امیرالمومنین علیه السلام بعضی صحابه ناراحتی بود، رسول خدا صلی الله علیه و آله از برای اون این خود برای القا کرد. خب قرینه متصله بیارید، قرینه منفصله بیارید، صحابه گفتن، اونایی که حاضر بودن یکی گفته باشه این حرف را، این حرف متأخره، این حرف رو بعدا شما بافتید و دروغ به دروغ نسبت دادید به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اما قرائن متصله برای تعیین مقصود ما و عقیده ما شیعیان، اولش همینه که من پارسال خدمت شما جلسات مفصل عرض کردم. اول اینکه رسول گرامی، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطبهشون را بعد از حمد و ثناء خداوند متعال آغاز کرده، اول امری که خبر داده که من از دنیا رفتنی هستم. فورا دست مبارک امیرالمومنین اصلا در دستش بلند کرده، من کنت مولا فهذا علی علیه السلام مولا، پس هر کس که من مولای او هستم امیرالمومنین اعظم مولا هست. در اینجا خیلی واضح و روشن بینندگان محترم که کسی که از دنیا میرود او جانشین احتیاج دارد،
و خیلی واضح و روشنه که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از دنیا می رود، هیچ پیغمبری از دنیا نرفته مگر وصی داشته، خلیفه داشته، جانشین داشته. هر پیغمبری که از دنیا رفته وصی داشته و جانشین داشته و خلیفه داشته. و مردم هم این را میدانند که ایشان از دنیا برود بعدشان چی کسی خلیفه خواهد بود. و بزرگترین اختلاف بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر همین امر است، تا امروز ادامه دارد که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جانشین تعیین کرده یا نکرده، جانشینشان چه کسی هست. چطور میتواند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که خودش بداند که من از دنیا میروم و خودش هم گفته امت من 73 فرقه تقسیم میشود، تمام این فرق در آتش جهنم الا یک فرقه، خودش گفته که ستفترق امتی الى 73 فرقه كلهم في النار الا فرقه، خودش این را گفته. و اساسی ترین علت تفرق در امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و افتراق این امه به 73 فرقه چیست؟ امر جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. وجوب نماز باعث اختلاف فرقه هاست نیست. دست باز نماز خوانده، دست بستن نماز خوانده باعث تفریق فرقه هاست نیست. فرقه های عمری مالکیه نماز دست باز نماز میخوانند، نماز دست باز نماز میخوانند. سجده کردن بر مهر باعث اختلاف مذاهب هست نیست. شیعیان سجده کردن بر مهر را واجب نمیدانند، شیعیان سجده کردن بر سنگ را، بر کاغذ را، بر روی زمین را جایز میشمارند. و علمای عمریه هم بهتر همین را میدانند، خیلی از اونها که بر خاک باید سجده بشود و ما قبلا برای شما نشان دادیم و خیلی از علما اینها هم اعتراف دارند بر این امر. این که اهل بیت علیهم الصلاه و السلام دارای فضائل کثیره هستند، آیه تطهیر دربار اونها نازل شده، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زیر عبا اونها را آورده گفته اللهم هؤلاء اهل بیتی اللهم اعفهم عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آنها مباهله کرده، این باعث اختلافه، ابدا این همه قبول دارند. آنچی که مسئله اساسی اختلاف بین امت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میباشد مسئله جانشینی است و بقیه اختلاف ها، اگر اختلاف در نماز خواندن، اختلاف در اذان، اختلاف در ماه رمضان، اختلاف در زکات هست، در احکام طلاق هست، در بقیه امور هست، اونها فرع این اختلاف هست. اصل اختلاف، ریشه اختلاف جانشینه. حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم چه کسی هست؟ آیا ایشان جانشین تعیین کرده یا نکرده؟ خب بینندگان محترم گوش کنید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از مرگ خود خبر میدهد. من اینو پارسال بیان کردم، نباید تکرار بکنم، اما خب به خاطر اینکه اعاده بشه مطلب من میخوام مطالب جدید بیان بکنم، اما به خاطر اینکه خب مطلب در ذهن شما جا بیفتد بد نیست حالا اگر یک مقدار تکرار بشه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مرگ خود خبر میده، از جانب دیگر خودش هم خبر داده که امت من که متفرق میشوند همگی در آتش جهنم من یک الا یک فرقه. و این هم که علت اساسی اختلاف اینهاست، جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، این را هم همگی میدانیم. پس چطور میتواند حضرت سرور کائنات صلی الله علیه و سلم در حالی که اتم الناس عقلا هست و احسنهم تدبیرا هست و اکملهم حکمتا هست، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یعنی عاقل ترین افراد، حکیم ترین افراد، دور اندیش ترین تمام بشر و در عین حال از لحاظ تدبیر و اداره بهترین و زیباترین حسن تدبیر را ایشان دارا هستند. ایشان وقتی که این چنین هست، این مسئله را برایش هیچ گونه تدبیری نمی‌اندیشد که جانشین او چه کسی باشد. اگر امر بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شورایی هست، خب کجا اون حدیث جماعت عمر، جماعت ملعون عمریه کجا فرمود که بعد از من شما امامت را به شورا تعیین میکنید؟ در کجا فرموده اصلا؟ کی رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حیاتش از مدینه میرفت مکه، از مدینه میرفت خیبر، از مدینه میرفت تبوک، این همه اسفار داشت، خودش جانشین تعیین میکرد؟ یک بار شده که به مردم بگه شما خودتان انتخاب بکنید؟ یکی از انبیا 124,000 پیغمبر که از دنیا رفته، یکیش نشان بدید که جانشین خودش تعیین نکرده، گفته شما مردم خودتان بعد از من انتخاب بکنید کسی. در کجا بوده؟ و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، قرآن کریم میفرماید مردم حق اختیار ندارن، مردم خدا انتخاب میکنند، مناسب الهی
در دست پروردگار عالم است. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال اینی جاعلک للناس امام. قال و من ذریتی. ابراهیم که خلیل هست، پیغمبر مرسل هست، بت شکن هست، خلیل خدا هست. او برا پسرش هم چی کسیه؟ پسرش اسحاق، اسماعیل ذبیح الله هست، یعقوب هست. پسرش این همه پسران او که از در عالم همچین پسران کسی نداشت در زمان او سلام الله علیه، این پسرانش را تعیین نمی کند، یا اونا را شورا تعیین نمی کند، خدا را میگه تو پسران من را امامت میدهی. خب بینندگان عزیز من، اگر فرمود گفته که شورا بسازید، خب کجا شورا؟ اگر گفته شورا بسازید، پس چرا عمر، ابوبکر عمر را خلیفه ساخت؟ پس عمر خودش کافر، عمر خودش کافره، چون ابوبکر خودش کافره، چون اولین سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم را عمر شکست، ابوبکر شکسته که عمر را بدون شورا خلیفه تعیین کرده. خود سقیفه بنی ساعده که شورا نبود، اون که شورا یعنی مشوره کردن، شورا یعنی مشوره کردن. امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت زهرا سلام الله علیها، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری رضوان الله تبارک و تعالی علیهم، و عباس عموی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و آن عده از مهاجرین و انصار که با امیر المؤمنین علیه السلام بودن، اینها پیغمبر صحابه نبودن، مسلمان نبودن که اینها در شورا شریک نباشند. خب بین و اصلا شورا مشوره ای صورت نگرفت در سقیفه بنی ساعده. اونجا بله طبق یک توطئه با ابو بکر رسید و مخالفین خود را فاش دادن و تهدید به کشتن کردن. واضح و روشنه که عمر بن خطاب بله سعد بن عباده را تهدید به کشتن کرد. بینندگان محترم من، قرینه اول خیلی واضح و روشنه که اینه که اخبار از مرگ خود کرده رسول خدا صلی الله علیه و آله. قرینه دوم که پارسال برای شما اشاره کردم، ترکتو هست، اینی ترکتو فیکم من نخفتم بهی لن تذلو بعدی ابدا کتاب الله و ایتوکی اهل بیتی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدی خطبه غدیر خود فرموده که من بعد از خود ترک میکنم، من مردم بعد از خود به جا میگذارم در بین شما. دو پدیده را، دو شیء را، دو شیء گرانبها را که از آنها اگر اتباع بکنید هیچ وقت گمراه نمیشوید، هیچ وقت گمراه نمیشوید. اول قرآن، دوم اطرت من، اهل بیت من. خود واژه ترکتو این را کی گفته؟ این را در غدیر گفته، در حالی که دست امیرالمومنین هم در دستشه. خوب متوجه باشید، پیش خود مجسم بکنید، مردم من مردم، دست امیرالمومنین هم در دستش، من الان بعد از بزودی از بین میروم، از دنیا میروم، در میان شما دو چیز به جا گذاشتم، کتاب خدا و اهل بیت من. من کنت مولا فهدا علی مولا. خب بینندگان من، این که دست مبارک امیرالمومنین علیه السلام را گرفته و میگوید که من به جا گذاشتم بین شما دو شیء گرانبها را، کتاب خدا و اهل بیت من را، سرور اهل بیت، سید اهل بیت، تاجدار اهل بیت، آقای اهل بیت، پیشوای اهل بیت، امام اهل بیت، امیر المؤمنین علیه السلام هستم. بلا شک و بلا ریب دست مبارک امیر المؤمنین علیه السلام را گرفته و میگوید ترکتو، من به جا گذاشتم. ترکتو صریح در استخلافه، ترکتو صریح، من به جا گذاشتم. و جا گذاشتن ترکتو صریح در استخلاف، استخلاف یعنی چی؟ تعیین جانشین. من به جای خود گذاشتم، ترکتو فیکم، به جای خود گذاشتم دو شیء گرانبار. شما میگویید که زید مرد، زید مرد، یک خانه و دو پسر به جا گذاشت. خب این چی معنا داره؟ زید مرد، یک خانه، دو پسر به جا گذاشت، یعنی زید که رفته یک خانه از او مانده، دو تا پسرش هم وصی شه، جانشین شه. این خیلی واضح و روشنه که در مقام وقتی که میگه فلانی میمیرد و به جا میگذارد، این خودش صریح در استخلاف و صریح در جانشینیه. خب بینندگان عزیز، اینا ما و بعد فورا من کنت مولا فهادا علی علیه السلام مولا، هر کس من آقای او هستم، امیر المؤمنین علیه السلام آقا و مولای اوست. این خیلی واضح و روشنه که در اینجا مصداق بارز اهل بیت، سید اهل بیت، آقای اهل بیت کیست؟ امیر المؤمنین علیه السلام. حالا کسی بگوید که ازواج هم از اهل بیت، بینندگان محترم من، خود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرموده که اهل بیت او کیست. این کتاب صحیح مسلمه، نوشته مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری، طبع دار الفکر، که در سال 1432 در دار الفکر بیروت این کتاب چاپ شده. شما ملاحظه بفرمایید،
این کتاب مناقب، کتاب فضائل الصحابه، باب فضائل امیر المؤمنین علیه الصلاه والسلام، حدیث 6114 از سعد بن ابی وقاص. ولما نزلت هذه الايه، وقتی که این آیه مبارکه نازل شد، آیه مبارکه مباهله، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، آیه مباهله، دعا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی و فاطمه و حسنا و حسینا، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دعوت کردند، صدا زدند کی را؟ امیر المؤمنین علیه السلام را، زهرای اطهر سلام الله علیها را، امام حسن علیه السلام را، امام حسین علیهم الصلاة والسلام را، و فرمودن اللهم هؤلاء اهلی، رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن پروردگار اینها اهل بیت من هستند. اهل بیت کی هستند؟ خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بیان فرموده. حدیث شریف کسا، باب فضائل اهل بیت النبی صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث 6115 یک حدیث آورده نه بیشتر. بعدش باب فضائل زید بن حارثه از عایشه بنت ابی بکر، که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمدن یک عبایی بر دوش حضرت بود، امام فجاء الحسن بن علی علیه السلام فادخله، امام حسن علیه السلام آمدن ایشان را داخل کسا کردند، ثم جاء الحسین علیه السلام فدخل معه، پس امام حسین علیه السلام آمدن داخل کسا شدند، ثم جاءت فاطمه تو سلام الله علیها فادخلها، بعد حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن ایشان را داخل کردند، ثم جاء علی فادخله، بعد امیر المؤمنین علیه السلام تشریف آوردن ایشان را داخل کسا کردن، بعد گفتن، بعد این آیه را خواندن، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، اگر اهل بیت غیر از این پنج تن پاک کسان دیگر هم می بود، عایشه می بود، حفصه می بود، اونا را هم یک بار زیر کسا می کرد، یک بار اونا را هم زیر کسا می کرد، داخل کسا می کرد، یک بار برای اونا این آیه را تلاوت می کرد، یا اصلا زیر کسا نمی کرد بدون اینکه زیر کسا بکنه، داخل اتاق می نشست، یک بار می گفت که اینها اهل بیت من، این آیه را تلاوت میکرد برای اونا. اگر غیر اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، غیر از خمسه طیبه، غیر از خمسه طاهره سلام الله علیهم اجمعین، غیر از پنج تن پاک، زنهای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از اهل بیت بودن، مگر مسلم حجاج قشیری نیسابوری خر بود، الاغ بود، دم داشت، گاو بود، شاخ داشت، چی بلا زده بود را که این باب را آورده، باب و فضائل اهل بیت النبی صلی الله علیه و آله. اینجا فقط فضائل پنج تن پاک را ذکر کرده، فضائل پنج تن پاک را ذکر کرده. اگر عایشه از اهل بیت بود، حفصه از اهل بیت بود، صفیه از اهل بیت بود، زینب بنت جحش از اهل بیت بود، خدمت شما به عرض برسان، زینب بنت سوده از اهل بیت بود، زنهای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از اهل بیت بودن، این حافظ مسلم بن عجاج قشیری نیسابوری این اولاغ بوده، دم داشته یا گاو بوده، شاخ داشته، این چی بلا بوده این که فضائل بیشتر از اهل بیت و فضائلش ذکر نکرده، فقط فضائل پنج تن پاک را ذکر کرده. رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم چی شده؟ آیه تطهیر که خطاب به اهل بیت، این را فقط برای پنج تن پاک میخونه، فقط برای پنج تن پاک میخونه. چرا یک نشد؟ یک بار عایشه و حفصه و اینها را داخل اتاق جمع بکنه برای اینا، حالا زیر کساب سازه نسازه کاری ندارم، یک بار برای اینها هم بخونه که اینها هم مردم بگن اینها هم اهل بیتند، چرا اینا نکرد؟ خب معلوم شد اهل بیت کیان، اهل بیت پنج تن پاک علیهم الصلاة والسلام و سلام الله علیهم اجمعین می باشد، نه غیر. خب وقتی که پنج تن پاک اهل بیت علیهم الصلاة والسلام می باشد، اینی ترکتو فیکم، من در بین شما ترک کردم قرآن را و اهل بیت، من کنتو مولا فهذا علی علیه السلام مولا، خود واژه ترکتو که من اهل بیت را ترک کردم، یعنی اهل بیت را بین شما به جا گذاشتم، من مردم اهل بیت را به جا گذاشتم در بین شما، که اگر از اونها اتباع کنی گمراه نمیشه. خب واضح و روشنه که این تصریح در امامت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، خود واژه ترکتو تصریح در امامت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، و این ثابت می قرینه هست که اینجا من کنت مولا، دست مبارک امیرالمومنین علی هم در دستش هست، اینجا قضیه آشتی دادن نیست، اینجا قضیه تاج پوشی امامت هست و اینجا تعیین خلافت عظما هست، اینکه سردکار بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم کیست، سردار بعد از حضرت سید کائنات صلی الله علیه و سلم کیست، آقا و مولا و ارباب بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کیست، اون کسی که تمام اختیار در دست اوست بعد از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم کیست. منظور اینه، خیلی واضح و روشنه بینندگان محترم. حالا از قرائنی که شاید پارسال ذکر کردم یا ذکر نکردم و آن رو میخوام اعاده بکنم، امر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم
در حدیث شریف قدیر به ثقلین هست، به تمسک به ثقلین. و در همون جا به قرینه متصله نه منفصله، متصله در همون جا در همون نفس کلام، من کنت مولا فهذا علی امیر المؤمنین علیه السلام مولا را فرموده. مولا من پارسال خدمت شما عرض کردم که بله مفعل هست به معنای افعل، مفعل هست به معنای افعل، و بحث مفصل خدمت شما انجام دادم، یک وقتی لازم باشد دوباره بیان میکنم. مفعل به معنای افعل، به معنای اولا، من کنت اولا به من نفسه فهذا علی علیه السلام اولا به من نفسه، یعنی آن کسی که سزاوارتر هست، صاحب اختیارتر هست، اربابتر هست از خود او نسبت به نفس او. هر کسی که من صاحب اختیار او هستم، امیر المؤمنین اعظم صاحب اختیار اوست. مقصود این هست هر کسی که من از خود نفس او اولا به نفس او هستم، امیر المؤمنین اعظم اولا به نفس اوست. و این مبینندگان عزیز، این در احادیث خیلی زیاد از فرقه عمری آمده و ما بعضی از اینها را برای شما سروران عزیز خود من نشان میدهم و از فردا انشاءالله العزیز مباحث مفید دیگر. از جمله کتاب هایی که این مطلب آمده و حدیث صحیح آمده نه حدیث ضعیف، من الان برای شما نشان میدم. این کتاب شرح مشکل الآثار هست، نوشته ای ابی جعفر احمد ابن محمد ابن سلامه طحاوی، جزء خامس، طبع مؤسسه الرساله، که در سال 1415 این کتاب چاپ شده. در این کتاب بینندگان عزیز در صفحه 13 ایشان بابی منعقد کرده، باب بیانی مشکل ما روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله من قومه یوم الغدیر، یوم غدیر خم لعلی علیه السلام، من کنت مولا فعلی مولا. بله. عن علی علیه الصلاة والسلام، روایت از وجود نازنین و مقدس امیر المؤمنین علیه السلام، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم حضر الشجرة بخم. امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزدیک درختان در غدیر خم آنجا تشریف آوردند. فخرج آخذا بيد علی علیه السلام، پس بیرون آمدند در حالی که دست مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در دستشان بود. حالا خیمه ای برایشان بوده، سایبانی بوده برایشان، از اونجا بیرون آمدند، یا از مثلا از پیش شترهایشان آمدند، از اونجایی که فرود آمده بودند به سوی اون منبری که درست شده بود آمدن، در حالی که دست رسالت در دستش، دست امامت و ولایت بود، سلام الله علیهما و آلهما. فقال، پس این چنین فرمودن، یا ایها الناس الستم تشهدون ان الله عز وجل ربكم، ای مردم آیا شهادت نمیدهید که خداوند متعال الله عز وجل پروردگار شماست؟ قالوا بلا، گفتن بله. قال الستم تشهدون ان الله و رسوله اولا بكم من انفسكم، مردم آیا شهادت نمیدید که الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اولا بكم من انفسكم، سزاوارتر هستند، صاحب اختیارتر هستند نسبت به نفوس شما از خود شما، یعنی شما بر نفس خود چقدر حاکم هستید، چقدر اختیار دارید، چقدر حق دارید بر مال خودتان. خب هر حقی دارید، این کتابته، این کتابته، دلت میخواد خودت بخوانی، دلت میخواد به احمد بری احمد بخوانی، کتابته دیگه، صاحب اختیاری، این کتاب من، این قلم مال من، دلم میخواد این قلم خودم باش بنویسم، دلم میخواد این قلم بدم به همسایه، دلم این قلم اصلا بریزم بیرون، مال منه، صاحب اختیارشم. اون کسی که از خود شما در زندگی شما صاحب اختیار تره، اراده او بر اراده شما حاکمه، اگر امر دائر شد بین طاعت او و طاعت فکر خودت و رأی خودت، امر او مقدمه، او را میگه اولا به نفس من نفس. ای مردم آیا شهادت نمیدهید که پیغمبر خدا و الله تبارک و تعالی اولا بكم من انفسكم، صاحب اختیار تره از خود شما؟ گفتن که و ان الله عز و جل و رسوله مولاياكم، مردم آیا شهادت نمیدید که الله و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مولا، عرض کردم افعل مفعل هست به معنای افعل، و بحث این مفصل پارسال گذشت، تکرار برنامه ها را ببینید و شاید در آینده باز در مجبور بشم بیان بکنم در شبهای آینده. باز عبارت اخرای همون ما قبل، تأکید اعتراف ما قبل، اخذ اقرار شهادت نمیدی که اهل الله و رسول مولا صاحب اختیارتر از خود شما نسبت به نفس شما هستند.
قالوا بلا، مردم گفتن بله، این چنینه. بلا یعنی همچنینه، قطعا این چنینه. قال فمن کنت مولا فان هذا مولا، فرمون هر کسی که من آقایو هستم، امیر المؤمنین هستم، مولای اوست. فان علی مولا، او قال فان علی مولا، شک ابن مرزوق، ابن مرزوق شک ابراهیم ابن مرزوق این راویه شک کرده، ان هذا مولا گفته یا ان علی علیه السلام مولا گفته. اني قد تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تذلوا كتاب الله سببه بايديكم واهل بيتي، من در بیان شما به جا گذاشتم، ما ان اخذتم به، آن زواتی را که اگر به آن اخذ بکنید هیچ وقت گمراه نمی شوید، کتاب الله سببه بايديكم، کتاب خدا را که یک جانب آن در دست شما هست، واهل بيتي، واهل بيت من را. دوستان عزیز، اینجا حدیث ثقلین، حدیث شریف ثقلین در غدیر خم ادا شده و این حدیث ببینید دوستان عزیز، شعیب ارنعوت که محقق این کتابه و از علمای وهابی معاصر هست و ناصبی درجه یک، ابوبکر بغدادی برادر کوچکش، ابوبکر بغدادی، اسامه بن لادن، ملا عمر کور برادران کوچکش، او از اونها شیطان تره، حرامزاده تره. این شعیب ارنعوت با این حرامزادگیش گفته اسناد و حسن، اسناد این صحیح الاحتجاج حسنه. حالا من ثابت خواهم کرد که این سند صحیحه، این سند نه تنها حسنه، این سند صحیحه. شما میبینید بیننده، این قرینه متصله، قرینه متصل. بینندگان محترم، رأیت و اسد یرمی، من دیدم اسد، یا مرد شجاع منظوره، یا کسیه که اسمش اسده، یا حیوان مفترس، حیوان درنده. من شیری دیدم که تیراندازی میکرد. خب شیری که دیدم تیراندازی میکرد، اسدی دیدم که تیراندازی میکرد، معناش چیه؟ معناش اینه، این قرینه متصله است، واضح و روشنه که این منظورش مرد شجاع هست، مردی که شجاعت دارد، در جنگ خوب تیراندازی میکرد. رأیت اسدی یضرب بسیفه، اسدی را دیدم که با شمشیر خوب مینواخت، خوب شمشیر میزد. خب منظوره که اینجا حیوان مفترس نیست، حیوان مفترس که دم دارد و چنگال دارد و چارپا را می رود، او شمشیر را می زند. اینجا چطور فهمیدیم این کلام را؟ دلالتش را فهمیدیم چون قرینه متصله اینجا موجوده، قرینه متصله که اصلا انسان عاقل شکی نمی کند که منظور و مراد چیه. اینجا هم قرینه متصله چیست؟ فرمود ترکتو فیکم ما این اخذتم بهی لن تذلو، مادام ما این اخذتم بهی، ما این مصدریه زمانیه، ما این اخذتم بهی، مادامی که شما از آن اتباع و پیروی بکنید هیچ وقت گمراه نمی شوید، کتاب خدا و اهل بیت من، کتاب خدا و اهل بیت من. اینجا یک جمله معترضه عرض بکنم که خود این حدیث شریف دلالت صریح میکنه که ازواج از اهل بیت نیستند، اهل بیت ازواج از اهل بیت نیستند. چرا؟ چون هیچ کسی از امت رسول خدا صلی الله علیه و سلم نگفته که پیروی ازواج واجبه، پیروی زنهای رسول خدا صلی الله علیه و سلم واجبه. هیچ یکی از بالاجماع، اجماع شیعه و عمریه بر این قائمه که هیچ کسی قائل نیست که پیروی از واجبه. اما در اینجا اهل بیت پیروی از من واجبه. چرا واجبه؟ به خاطر اینکه احتراز از زلالت، اجتناب از گمراهی خیلی واضح و روشنه که واجبه. شما میخواید در دنیا گمراه باشید مردم، یا میخواید که بر سبیل هدایت و رشاد باشید؟ خب واضح و روشنه که ما میخواییم بر سبیل هدایت و سعادت و بر صراط مستقیم باشیم. خب تا هنگامی که پیروی میکنید از این دوتا، کتاب الله و اهل بیت من، تا هنگامی که پیروی میکنید از این دوتا، کتاب الله و اهل بیت من، شما هیچ وقت گمراه نمیشوید، بر صراط مستقیم هستید. عبارت اخرى یعنی چی؟ اون شخص خره اولاغه که نداند که پیروی از اهل بیت علیهم السلام واجبه، پیروی از اهل بیت علیهم السلام واجبه. این خیلی واضح و روشن اینجا. اگر کسی بگوید این جمله دلالت نمی کند بر پیروی اهل بیت علیهم السلام، دیگر او قابل گفتگو نیست، او احمق اولاغه، یا اینقدر تعصب داره که امور بدیهیه و آشکار را انکار می کند. خب وقتی که برادران عزیز من و خواهران محترم من، وقتی که این ثابت شد که در همان قرینه متصله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر فرموده به پیروی از اهل بیت علیهم السلام، دست مبارک شاه ولایت مآب،
شاه خیبر شکن، فاتح خیبر، شاه مردان، امیر المؤمنین علی سلام بر دستش. این خیلی واضح روشنه که منظور از من کنت مولا فهذا علی علیه السلام مولا چیه. اینجا اصلا حرف از آشتی دادن نیست، ای جماعت پدر سوخته، ای جماعت لا مذهب، ای جماعت دشمن خدا و دشمن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، آشتی کجایش فرمود که آشتی بدید؟ همون جایی که فرموده من میخوام آشتی بدم، اینجا نشان بدید لا مذهبا، اینجا تعیین جانشین میکند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اینجا بیان میکند که امامت در کی هست بعد از من، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکند. اما شما جماعت تعصب شما را کور کرده، علماء متعصب، علمایی که حرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و سنت او را قبول ندارند، جایی که تعصبشان در برابر حرف رسول خدا و فرمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قرار بگیرد، حرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را زیر پا می کنند، حرف رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را پشت سر می اندازند. این علما شما را بیچاره کرده، و الا واضح و روشنه که غدیر خم منظور چیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تعیین کرده جانشین چه کسی هست، تعیین فرموده که راه سعادت در پیروی چه کسانی هست، اهل بیت اطهار. نگفت اهل بیت ابی بکر، نگفت عایشه و پدرش، نگفت حفصه و پدرش، نگفت عثمان، نگفت معاویه، نگفت بنی امیه، فرمود اهل بیت من. اگر شما یک حدیثی دارید که درباره ابو بکر این چنین فرموده، بیارید. جماعت نابکار، جماعت لا مذهب، اگر یک حدیث دارید درباره عمر بفرمایید در کجا فرموده این چنین جانشینی، که تا مادامی که از او پیروی بکنید گمراه نمیشوید. تازه این در کتب شما جماعت آمده که علما شما این را شما پنهان میکنند. از کتب خود من بر شما که دلیل نمیارم، از کتاب های خود شما جماعت این دلیل نمیارم. و شعیب ارنعوت با اون همه تعصبش این حدیث را اعتراف کرده که این حدیث صحیح الاحتجاج هست. حالا من دیگر احادیث را نشان میدم از علمای بزرگ شما که گفتن صحیح هست. پس بینندگان محترم من، در اینجا امر به تمسک به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، امر به تمسک از کجا گرفتم؟ خیلی واضح و روشنه. ما این اخذتم بهی لن تذلو. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خوب ببینید این حدیث شریف در کتاب شرح مشکل الآثار ابو جعفر الطحاوی، و حالا من صحت سند را هم براتون ثابت میکنم. اینی قد ترکت فیکم ما این اخذتم بهی لن تذلو، کتاب الله سببه به ایدیکم و اهل بیتی، من به جا گذاشتم، سبحان الله، من به جا گذاشتم در میان شما. خیلی واضح و روشن که وقتی سخن از جا گذاشتن، این صریح در استخلاف، صریح در جانشینیه، صریح در تعیین چی کسی جانشین من هست، این خیلی واضح و روشن. بعد فرمود که اینی ترکت فیکم ما این اخذتم بهی، مادامی که شما پیروی از آن بکنید، لن تذلو، هیچ ابدا امکان ندارد گمراه بشید، ناممکن گمراه بشوید، هیچ وقت گمراه نه. یعنی اگر بله پیروی نکردید حتما گمراه میشوید. اون چیست یا رسول الله؟ قرآن خدا، کتاب خدا و اهل بیت من. خب این را کی فرموده؟ در همون حالی که دست مبارک امیرالمومنین اصلا در دستش متصلن، من کنت مولا فاضا علی علیه السلام مولا، مانند جمله رأیت اسدا یضرب بسیفه، اسدا یضرب بسیفه، اسدی را دیدم که با شمشیر خوب جنگ میکرد. خب این خیلی واضحه که منظور اینجا اسد رجل شجاع هست، مرد شجاع هست. اینم قرینه متصله هست. ای جماعت چرا ایمان نمیارید به پیغمبر؟ کجاست علمای نامرد شما؟ من خطابم بالخصوص به علمای عمری هست. عوام عمریه تقصیر ندارن، خیلی از اونها عوام عمریه نمیدانن، نادان هستن، اما خیلی از عوامشان هم میفهمن. عوام عمریه، اونایی که میدانن این شبکه را یک دو سه سال نگاه کردن فهمیدن، باز هم شیعه نمیشون، جهنم جایتان بلا شک و بلا ری. علمای عمریه، خب شما که از اول و از اساس، شما که بله خدا شما را آفریده برای جهنم، مگر اینکه توبه بکنید و ایمان بیاورید و حقایق را از مردم پنهان نکنید. این خیلی واضح و روشن دوستان عزیز. خب حالا بیایم بینندگان محترم، این حدیث شعیب ارنعوت گفت سندش صحیح حسن. من حالا این بحث را بینندگان محترم از یک کتابی از علمای عمریه براتون نشان بدهم، حافظ ابن حجر عسقلانی، که همین الان براتون نشان دادم که عبدالرحمن السیوطی صاحب کتاب الفتح، ابن حجر صاحب کتاب فتح الباری،
مان سیوتی درباره گفت که جمیع علمای حدیث در فنون حدیث و رجال و اینها عیال هستند نسبت به 4 نفر: حافظ مزی، حافظ عراقی، حافظ ذهبی و حافظ ابن حجر. این کتاب حافظ ابن حجر المطالب العالیه بزوائد المسانید الثمانیه، حافظ احمد ابن علی ابن حجر عسقلانی، مجلد 16، طبع دار العاصمه و دار الغیث، که در سال 1420 در مملکت تروریزم و وحشت عربستان سعودی در ریاض این کتاب چاپ شده. در اینجا بینندگان عزیز در صفحه 142 این کتاب بله يروي بسنده عن علي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إن النبي حضر الشجرة بخم. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام آمدن پیش اون درختانی که در غدیر خم بود، اونجا آمدن. ثم خرج آخذا بيد علي رضي الله عنه وسلام الله عليه. رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم برای خطابت تشریف آوردن در حالی که دست مبارک أمير المؤمنين عليه السلام در دست ایشان بود. قال ألستم تشهدون أن الله تبارك وتعالى ربكم؟ أي فرقه عمرية. رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة شهادته بتوحيد كرفت، شهادته بإنك الله صاحب اختياره، رسولش صاحب اختياره. بعد إن را فرموده إن قلب شما را تكن نميده جماعة، قلب شما جماعة را تكن نميده كإن شرط إيمان وشرط إيمان برسالة رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم إينا. اگر شرط ایمان به الله و شرط ایمان به رسالت امامت امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام نمی بود، اقرار هم نمی گرفت. حالا من در این باره فردا با شما صحبت میکنم انشاءالله. این قرینه ای که اقرار گرفته از اونها از بزرگترین قرائن هست. اگر مسئله آشتی دادن بود اینجوری لازم نبود که از اونها اقرار بگیره که شما خدا را تازه از حج اومدن، همه گیش صحابه سرها را تراشیدن، ریشا تا ناف، گردنام اینجوری مفت خوردن، مال زکات صدقه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را هر کدامش 10 سال 20 سال خورده اند چاق شدن، معلومه که اینا مسلمانه. این که اخذ اقرار میکند اینجا نکاتی هست، حالا اون فردا میآید. ای جماعت، جماعت عمریه، خواهران من از جماعت عمریه، برادران من از جماعت عمریه، شما که این شبکه را نگاه میکنید در آلمان، شما که این شبکه را نگاه میکنید در قندهار، در کابل، در تاجیکستان، شبکه اهل بیت علیهم السلام را نگاه میکنید، این اقرار کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شما قبول دارید یا ندارید؟ دل شما را تکان میدهد یا نمیدهد؟ در اذان خود روز 5 مرتبه چی میگویید؟ اشهد ان عمر رسول الله، یا اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اگر شما عمر را رسول خدا میدانید من با شما حرف ندارم. اگر این محمد ابن عبد الله رسول قرشی مکی مدنی صلی الله علیه و آله و سلم قائل به رسالت ایشان هستن، این کلام ایشانه، کلام ایشان حجت دیگر. این تمام مذهب شما را از بیخ باطل میکنه، مذهب عمریه را از اساس ساقط میکنه. دیگر اصلا دیگر هیچ جا شما یک کمی اگر فکر بکنید دیگر هیچ شکی نمیماند که شما این همه مدت همونطوری که هندوهای هندوستان خداهای قلابی را این هزارها سال پرستیدن، بت ساخته مثلا شبیه گاو بود ساخته اونجا در معبدای هندوها، اگر در هندوستان نگاه بکنید عکساش در اینترنت هم زیاده، بود ساخته شبیه فیل، بود ساخته شبیه گاو، بود ساخته شبیه پلنگ، اونجا میرن پیشون سجده میکنن، پیشون میرن موسیقی میخوانن، رقص میکنن، بعد اونجا مثلا میوه میذارن پیشون بود، طلب حاجت میکنن. اینا همش چیه؟ همش خودشان رو گول زدن. خدایی که خدا نیست، که گل خاک که هیچ تأثیری نداره، در برابر اونها خودشان رو کوچیک کردن، یعنی عمر خود را به هلاکت دادن. مذهب باطل، دین دروغ، دین باطل. شما هم اگر شما توجه بکنید این حدیث شریف دیگر شما را همونطوری در تمام مسائلی که با شیعه اختلاف دارید مذهب شما را از اساس منهدم، خاکستر می‌گرداند. این امر گرچه امر مهمی هست، اعلان بزرگی هست، اما حق و حقیقت، عین حقیقت. شما اگر یک کمی با خود بیایید این کلمات من را ببینید، اگر راه دیگر دارید بفرمایید، علمایتان با من زنگ بزنید. اگر شما میگید من اشتباه میگم،
شما راه دیگر کجاست؟ این علمای نامرد شما 5 سال شد این شبکه جهانی شد، 5 سال شد، 3 سال شده شبکه عربی ما جهانی. اینطوری نیست که تنها شما عربا، مثلا علمای افغانستان و ایران علمای عمریه ضعیفند، اینطوری نیست، نه، علمای قوی هم دارید شما، علمای خیلی باسواد هم دارید، علمای عربستان سعودی که با آسمان باج نمیدند، علمای الازهر که با آسمان باج نمیدند، اونا شبکه مرا نگاه میکنند، به خدا قسم نمیتوانند جواب بدهند، چون حق واضح و روشن مانند آفتاب عالم تاب شمس در رابعه و نهار، نمیتوانند انکار بکنند، امر واضح و روشنه دیگر، نمیتوانند در برابر حق دلیل بیارند، بیاخ بخواهند هر بزن خودشان مفتزه میشن، آبرویشان میرود. این همه شما روحانی دارید در هرات جماعت عمریه، در مزار شریف، در کابل، در قندهار، خیلی از اینها در مصر درس خواندن، خیلی از اینها در عربستان سعودی درس خواندن، قرآن را حفظ هستن، حدیث را حفظ هستن، خطابه های خوب آتشین ایراد میکنن. یکی از این نامردا را چه بلا زده، چه پیغمبر به کمر اینها زده که بتواند جواب مرا بدهد؟ نه، چرا نمیتوانند؟ خدا شاهد اگر اینا میتوانستند، اینا میتوانستند، خب برای اینا بزرگترین افتخار بود که یک شیعه رافضی را بیا شرمنده بکنند، شبکه شیعه را شرمنده بکنند، اونها را جوابشان را بدهند. خب چرا این کار را نمیتوانند؟ حرف من حقه، خود شما بروید، خود شما برید علمایتان را محکم از اونها بخواید با من مناظره بکنند. این احادیث، این حدیث شریف غدیر، این حجت خدا هست. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خود خدا فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، دیگر دین کامل شده، حق واضح و روشنه، انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، حق واضح و روشنه. و تو اگر خودت نخواهی حق را پیروی بکنی، ایمان بیاری، دیگر او مشکل خودته، او انتخاب خودته که خودت راه جهنم را انتخاب کردی. او هندویی که میرود در برابر بتی که شبیه فیله، اونجا میرود دنبک میزن و رقصک میزند و سجده میکند، او خودش هم خوب میداند، اگر نمیداند حرف یک مسلمان را گوش کنه که این فیل خودت ساختی، این فیل یک پشه را از خود نمیتواند دور بکند، این فیل یک پشه را نمیتواند از خود دور، خودت این را ساختی، تو چطور تو افضلی از او هستی، تو آمدی در برابر او سجده میکنی، خالق زمین و آسمان، پروردگار زمین و آسمان، او بله، او نمیتواند مصنوع دست تو باشد، ساخته دست تو باشد. خب این رو اگر از یک مسلمان بشنوه بازم قبول نکنه، در برابر بت سجده بکنه، دیگر او سوء اختیار خودشه، دیگر او انت خودش خواسته که برامون جهالت بمونه. شما فرقه هم اینطوری هستید، فرقه عمریه، یک کمی با خود بیایید، کجاست علمای شما؟ چرا از خدا نمیترسید؟ قیامت حقه، با خدا قسم دین اسلام حقه، با پروردگار عالم قسم که اگر روز قیامت با ایمان صحیح وارد نشوید همگیتان جهنمی میشید. دیگر حالا شما ایمان نیارید، ما حق را واضح روشن کردیم. کلام حافظ ابن حجر، روایت حافظ ابن حجر، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر خم، دست مبارک شاه مردان امیر المؤمنین علیه السلام در دست رسول خدا صلی الله علیه و آله، دو برادر، یکی سردار انبیا، دیگری سردار اوصیا، آمدن تشریف آوردن که حجت را تا روز قیامت بر همه خلائق تمام بکنند. دیگر شبکه کلمه، شبکه وصال، شبکه فصال، همه اینها هر قدر نفس بزنن و هر قدر بیتابی کنن، بیقراری کنن، دیگر نه 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 نه، در مقابل نور اهل بیت علیهم الصلاة والسلام نتوانن ذره تکان بخورن، همه حق و حقیقت برای همگی تا روز قیامت واضح و روشن بشن. ابن حجر و ذهبی و همه اینها هر قدر زحمت بکشن، باز هم الیوم اکملت لکم دینکم، خداوند متعال، حبیب خدا، حضرت امیر المؤمنین صلوات الله علیه و آله، حق و حقیقت را اینچنین واضح و روشن کردن که دیگر بله، فقط کسی که بخواد خودش کور بماند، نور را نبیند، چشمای خود محکم بگیرد، دیگر او بله، دیگر او بتواند عمدن خودش بخواد منکر نور بشود، ولی دیگر همگی نور را ببینند و بدانند و بشناسند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آوردند، ید مبارک، دست مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام در دست ایشان، فرمودند الستم تشهدون ان الله تبارک و تعالی ربکم، مردم شهادت نمیدهید که الله تبارک و تعالی رب شماست؟ قالوا بلا، گفتند بله. قال الستم تشهدون ان الله و رسوله اولا بكم من انفسكم و ان الله و تعالی و ان الله تعالی و رسوله صلی الله علیه و آله اولیاءکم، مردم تشهادت نمیدید که الله و رسول ایشان اولا هست به شما از خود انفس شما،
صاحب اختیارتر از خود شما نسبت به خود شما. ولی شما هست الله و رسول خدا، صاحب اختیار، صاحب اختیاره، حق تصرف داره، آقا هست، سردار هست. شهادت نمیدین؟ گفتن شهادت نمیدین، نمیدهید؟ گفتن شهادت میدین. فمن کان الله و رسوله مولاه فان هذا مولا، پس هر کسی که الله و رسول مولای اوست، صاحب اختیار اوست، ایشان، این آقا که دستش مبارک در دست من، ایشان مولای اوست. و قد ترکتو فیکم ما این اخذتم بهی لن تذلو کتاب الله تعالی، و قد ترکتو فیکم، و من در میان شما بجا گذاشتم، من در میان شما بجا گذاشتم آن ذوات مقدسی را، مادامی که، تا زمانی که، تا هنگامی که پیروی و اطاعت از آن بکنید هیچ وقت گمراه نمی شوید. یعنی پیروی از آن واجبه. کتاب الله تعالی سببه بیدی و سببه بایدیکم، یکی کتاب خدا که یک جانب آن به دست من، یک جانب آن به دست شما. الله، دست در راست رسول خدا صلی الله علیه و سلم کی بود؟ امیر المؤمنین علیه السلام. پس ثابت چی؟ ثابت چی شد که قرآن ناطق امیر المؤمنین علیه السلام. حالا خود این بحث، بله حالا نمیخوام اون بحث را مطرح بکنم، خیلی واضح روشن است. سببه بیدی و سببه بایدیکم، دست ایشان در دست من و دامن شما در دست شما، یکی قرآن خدا. و اهل بیتی و اهل بیت اطهار من علیهم الصلاة والسلام. پس بینندگان محترم، واضح و روشن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم واجب فرموده در غدیر خم پیروی از اهل بیت علیهم السلام، با کلام متصل، قرینه متصله، در همون یک نفس همگیش را بیان فرمود. الله اکبر. پس این واضح و روشن میسه. و امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام سید اهل بیت هستند، دست مبارک ایشان را آوردن، مصداق بارز اهل بیت ایشان هستند. پس این جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله، مادامی که شما پیروی میکنید از اهل بیت گمراه نمیشوید، مصداق بارز اهل بیت علیهم السلام امیرالمؤمنین علیه السلام هستند، امام حسن و امام حسین صلوات الله علیهما فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام هستند، پسران کوچک امیرالمؤمنین علیه السلام هستند، حضرت زهرا سلام الله علیها ایشان بانو هستند، ایشان سیده هستند، و از برای بانوان امر امامت و امر خلافت مناسب نیست، جنگیدن در میدان جنگ، لباس جنگ پوشیدن او کار عایشه است، کار زنان مؤمنه با حیای با عفت نیست، چه برسد به حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها. پس ثابت چی شد بینندگان عزیز من؟ واضح و روشنه که مصداق بارز اهل بیت اونجا دستش در دست رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. واضح و روشنه که منظور تعیین امامت اون کسی که بگوید که اینجا نمیخواد آشتی به او خره دیگر، اولاغ دلالت کلام را نمیفهمد. حالا این حدیث سندش چیه دوستان عزیز؟ حافظ ابن حجر عسقلانی، هذا اسناد صحیح. حافظ ابن حجر چی گفت؟ این حدیث سندش صحیحه، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امر به تمسک به اهل بیت علیهم السلام کرده، تعیین امامت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام فرموده، این حدیث صحیح و سند در همان غدیر خم، در یک جمله، در یک نفس، من کنت مولا که فرموده امر به اتباع اهل بیت علیهم السلام هم کرده. اهل بیت هم مصداق بارزش کیست؟ سرور اهل بیت، امام اهل بیت، آقای اهل بیت، تاجدار اهل بیت، امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام، بلا شک و بلا ریب. خب بینندگان عزیز، خب قرائن از این باب عرض کردم که بی حد و بی حصر هست. انشاءالله در شبهای آینده کلام دیگر و بیشتر خدمت شما به عرض خواهد رسید، و برنامه را از فردا شب زودتر شروع میکنیم، چون بعدش برنامه عربی خواهیم داشت، اول برنامه فارسی، بعدش برنامه عربی. دیگر من بحث را پیشتر از این در این شب در این برنامه ادامه نمیدم، به همین مقدار اکتفا میکنم در بیان حدیث شریف غدیر. انشاءالله العزیز. و از دوستان عزیز میخواهم که اگر سؤالی دارن، اگر فرمایشی دارن، اگر ردی دارن، اگر نقدی دارن، بالخصوص جماعت عمریه، و از جماعت عمریه از عوامشان میخوام که زنگ نزنن. شما عوام الناس حرف زدنتان بلد نیستید، حرف زدنتان را هم بلد نیستید، لذا اگر علمای شما زنگ زد خوبه، اگر عوام الناس نه، عوام الناس چندان ما شاد باش نمیگویم که زنگ میزنن، اونا باعث اذیت ما هستن. اما علمایشان اگر میخوان زنگ بزنن من خدمت هستم، هر ردی دارن، هر نقضی دارن، هر اشکالی دارن من خدمت هستم.
و ان شاء الله العزیز خداوند و امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام به کمر جماعت دجالیه بزند که این جماعت ملعون خیلی به تشیع ضربه زده و الا تشیع خیلی پیشرفت میکرد، خیلی عالمگیر میشد. اینها سبب این شدن که مردم غدیر را نشناسند، مردم با اهل بیت علیهم الصلاه و السلام آشنا نشوند. بینندگان محترم، همچنین شبکه مبارکه اهل بیت علیهم الصلاه و السلام به کمک های شما احتیاج دارد. انشاءالله کمک بفرمایید. ایام هم ایام غدیر هست، انشاءالله کمک خوب بکنید، خدا خیرتون بدهد، بالخصوص تجار شیعه، کسانی که مال کمی بیشتر دارن. کجایید شما؟ ای نادان ها، تجار شیعه میقد بعضی اینا اولاغن نادانن، نمیدانن، فکر نمیکنن، میدن پول های هنگفت رو میدن به مجتهدین. بابا اون مجتهدین اگر این برنامه اون مجتهدین بیاد سخنرانی بکنن، یک سخنرانی من بکنم، 10 تا اون مجتهدین نمیتونن به اندازه عشق من سخنرانی بکنن. اونهایی که شما فکر میکنید خیلی علامه هستند، خیلی علامه هستند، تو بیا مشایخ آصف محسنی مثلا امثال بیا در غدیر، یا هر مسئله دیگر اونها بیان سخنرانی بکنن، من سخنرانی بکنم. شما فقط گول ریش را میخورید، گول هیکل را میخورید، قیافه را میخورید، فکر میکنید کجا رفتیم و اونا خیلی علم دارن چون ریشش بزرگه و بادیگارد داره و اسکورت داره و ماشین داره و تشریفات داره. شما نفهمیدید. این منبر به اندازه 20,000 مسجد خدمتش، این منبر به اندازه 20,000 مسجد حسینیه مخاطب دارد و استفاده عمومی دارد و مطالبی که از این منبر گفته میشود، بله، در طول تاریخ اسلام از کار منبری از علمای شیعه بیان شده. یعنی این قدم مطالب علمی و دقیق و تحقیقاته. یعنی نه بس برای تعریف خودم میگم، از باره این میگم که شما قدر این را بدانید و کمک بکنید، خدا خیرتون را بده، خیرتون بده. بله، در نه تنها در عصر حاضر نظیر ندارد، در طول تاریخ شیعه همچین منبری کم نظیر. نه این را به خدا میدانم که من از برای تعریف خودم، نه اینکه لذت میبرم، اصلا من لذت نمیبرم از خودم تعریف بکنم، اما از باب این که شما نمیدانید، شما قدرشناس نیستید، شما طوری که باید کمک بکنید نمیکنید، از اون باب میکنید، به اون خاطر میکنید. شما میرید آخوندهایی که فقط به خاطر که این ریش داره چند تا آخوند دیگر از او تعریف کرده که فلانی بسیار عالمه، میرید حرفای اونا رو گوش میکنید، به اونا کمک میکنید. اما این شبکه مبارکه، ولی وهابیت همگی دشمن ما، بزرگترین کشور شیعه ایران باشد، دولتش این همه امکانات دارد، سخت‌ترین دشمن ما. و مراجع و علما یک عده‌شان نسبت به ما حسود هستند یا دشمنی دارند، یک عده دیگرشان از ترس نمی‌توانند از ما حمایت بکنند. شما جماعت بیننده این شبکه، شما گول آخوندها را نخورید. لا اله الا الله، یا امیر المؤمنین مدد. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. یا الله، یا الله، عزت زیاد، خدا خیرتون بده، بفرمایید. علی اللهم صل